در بهار گذشته بهای جواز سرمایه گذاری و بازرگانی از 30,000 افغانی به 100 افغانی کاهش یافت و روند توزیع آن نیز ساده است و در جریان چند روز انجام می شود. اکنون مسئولان بخش خصوصی می گویند این کار زمینه استفاده جویی را برای افرادی که از وطن فرار می کنند فراهم کرده است و از سوی هم یک فرد در یک سال چند جواز می گیرد و هرگز مالیه به دولت نمی پردازد. جوازهای تجارتی و ساختمانی و غیره جوازهای تشبوسی را بی اهمیت ساخته، یک اضافه از 2-3 لک جواز توزیع شده و این جوازا فقط به خاطر اخذ ویزا و به خاطر کار در ایران و در کشورهای همسایه به ویزا میگیرن و میرن و جواز خود او طرف میاندن. به گفته آقای الکوزی کسانی هم هستند که از شناسنامه افراد مرده استفاده کرده و جواز میگیرن تا با این کار از پرداخت مالیه به دولت فرار کنند و صدمه بیشتر را سرمایه گذاران و بازرگانان واقعی متحمل شوند. شنکار نه مالیه میتن، نه محصول میتن، نه دیگه میتن و اصلی جواز والا چون گارانتی داره، دفتر داره، پول داره، ایجنسی داره، او خو گم شده نمیتن. او مجبور هستن که همی مال خود با کمیشنکار بیتن. در گمرک پرزن سری او 5 لک روپا محصول میان، سری کمیشنکار 1 لک روپا میان. مسئولان وزارت تجارت و صنایع کاهش بهای جوازها و ساده سازی در روند آن را از خواستهای بخش خصوصی دانسته و می افزاین این کار سبب جذب سرمایه گذاری بیشتر و بهبود در شاخصهای اقتصادی بانک جهانی نیز شده است. اگر امروز اونا بخواین که سوء استفاده کنن، اینا به ماهای بعد و سالهای بعد مجبور هستن که تمام جریمه ها را بپردازن. از اون لحاظ است که سهولت را که بر در بخش جوازها آوردیم این به خاطر جذب سرمایه گذاری. وزارت مالیه می گوین هر فردی که از جوازهای سرمایه گذاری و بازرگانی خلاف قوانین بهره ببرد جریمه های سنگین شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. به هیچ صورت شخصی که در افغانستان فعالیت تجارتی صادرات واردات و یا صنعت می کند از مالیات فرار کردن نمی تواند و اگر فرار مالیاتی می کند با برخورد قانونی جدی وزارت مالیه و ارگانهای عدلی و قضایی روبرو خواهد شد. این در حال است که مسئولان بخش خصوصی میگویند پیش از صدور جوازهای سرمایه گذاری و بازرگانی باید هویت افراد گیرنده و جایداد آنها دقیق بررسی شود. در غیر آن سرمایه گذاران و بازرگانان واقعی نیز به استفاده سو از این جوازها روی خواهند آورد و روند بازرگانی و سرمایه گذاری در کشور صدمه خواهد دید.